سلام به همه دنبال کنندگان کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی، اون دسته از دوستانی که کانال ما رو به صورت منظم دنبال میکنن به خاطر دارن که دو روز پیش ویدیویی درباره اظهارات جنجالی اصغر فرهادی در کنفرانس خبری جشنواره کن تهیه کرده و پاسخهای اصغر فرهادی همچون عدم اهمیت مشی و مرام سیاسی هنرپیشگانی که با آنها در فیلمهایش همکاری میکند، مانند امیر جدیدی که در فیلم آخر اصغر فرهادی به نام قهرمان نقش اول را بازی کرده است و در فیلم امنیتی و حکومتی روز صفر به سفارش وزارت اطلاعات ایفای نقش کرده و همینطور عدم موضع گیری صریح و سریع فرهادی نسبت به حوادث خوزستان و کشته شدن هموطنانمان در این دیار تشنه و بلاخیز، صرفا به علت اعتراض مدنی به بیابی و تشنگی و بیکاری و عدم توسعه در این استان زرخیز. همچنین پیرامون انتقاد تند محمد رسولوف از فرهادی در مورد همین اظهاراتش صحبت کرده و نشان دادیم که رسولوف چگونه فرهادی را به قدم زدن و طی کردن مسیری متهم می کند که هانا آرنت در کتاب آیشمن در اورشلیم از آن به عنوان ابتذال شر یاد می کند. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible, et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de rien, madame. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la question de la censure ne concerne pas tous les films. Chaque année, 100 films sont faits en Iran et 90 d'entre eux sont des films commerciaux populaires qui sont utiles à la société et qui ne posent aucun problème. Il y a une petite minorité de films qui sont indépendants, qui veulent garder un lien direct entre le cinéaste et le public, et c'est eux qui peuvent avoir des problèmes. اما امروز در امتداد همین انتقادات، فرج سرکوهی، نویسنده و روشنفکر در تبعید، توییتی پیرامون اظهارات چند سال پیش فرهادی در خانه سینما کرده و این اظهارات را به عنوان فکت و سندی برای اثبات حرفهایش آورده که فرهادی و فرهادی ها توجیه رفتار فاشیستی و تنگ نظرانه حکومت در حوزه فرهنگ و سیاست را بر عهده دارند و تئوریزه کردن این ایدئولوژی خطرناک که چون این رفتارهایی از ناحیه حاکمیت را باید توجیه و تفسیر کرد و تفسیری از آن به خورد بیننده داد که مردم احساس عدم مالکیت نسبت به اعتقادات شخصی خودشان را بکنند، حتی اگر در واقعیت چیز دیگری را شاهد باشیم. البته میرسیم به توییت فرج سرکوهی که این چنین نوشته است: زیباسازی شر، کار کردن کودکان و نوجوانان زیر 18 سال، سن بازی و تحصیل
از زشت‌ترین و سیاه‌ترین جلوه‌های استثمار و فقر است. اما او فال فروشی کودکان را شعر فروشی و کشور ما را کشوری معرفی می کند که سر چهار راه های آن شعر می فروشند. در کار آگاهی بخشی است یا زیباسازی شهر. پس از این توییت تند، فرج سرکوهی این ویدیو را در ذیل این توییت ضمیمه کرده است. یکی از اتفاقای بعدی هم که افتاده، ما دو قسمت کردیم سینمامونو، اونو در امتداد هم نمیشه دو قسمت کرد. یعنی شما فیلم‌های در واقع پیش از انقلاب رو، فیلم‌های در واقع خوب پیش از انقلاب رو بذارید یه خط ممتدی می‌سازن با فیلم‌هایی که بعد اومدن. یک فیلم ایرانی بود که در امریکا من یک سال قبل که اونجا کار کنم، مدتی هم رفتم ولی دیدم نه اصلا با در و دیوار اونجا اشتباه قرار نمی‌کنم، اومدم. در مدتی که اونجا بودم اون تهیه کننده رفتیم با چند تا فیلم دیدیم، از جمله فیلم ایرانی. توی این فیلم ایرانی که با هم می‌دیدیم یک صحنه ای بود در اواسط فیلم که سر یه چهارراهی در تهران یه پسرکی یا دخترکی فال می‌فروخت به ماشینا. بعد از سینما اومدیم بیرون، ایشون پرسیدن که این چی می‌فروخت به مردم پول می‌دادن؟ فکر کردم مثلا مواد می‌فروشند. گفتم نه، این فال می‌فروخت. و گفت فال چیه؟ گفتم فال یعنی شعر. گفت تو کشور شما سر چهارراه شعر می‌فروشن؟ به زعم یه آدم کجندیش این سیاه نمایی رو و اون بعد از اونجا وقتی رفتیم شام نروایی دیگر رو هم بودیم به همه این آدم ها گفت ما داریم راجع به سرزمین حرف بزنیم که سر چهارراه شعر میفروشن و مردم پول میدن که شعر بخرن. خب این تصویر از نگاه بعضی از آدم هایی کجندیشن یه تصویر زشتی از جامعه ما و این از عدم اعتمادی به نفس میاد، از ترس دایجان را، توهم دایجان را بدونی که از سر ترسه. در پایان مجدداً قسمتی از صحبت‌های هانا آرنت در مورد آدولف آیشمن که آن را تجسم تئوری ابتذال شر می‌داند برای شما آورده و از شما دنبال کنندگان عزیز خواهش مندیم. حتماً پیرامون این موضوعات مهم و حیاتی و مبتلا به جامعه ما نظرات خودتان را کامنت کنید و مطمئن باشید که این نظرات خوانده خواهد شد. Er war der typische Funktionär. Und ein Funktionär ist, wenn er wirklich nichts anderes ist, als ein Funktionär ist wirklich ein sehr gefährlicher Herr. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Eichmann war ganz intelligent, aber diese Dummheit hatte er. Das war die Dummheit, die so empörend war. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen. In other words, the more superficial someone is, the more likely he will be to yield to evil. That is the banality of evil. Es ist ein neuer Verbrechertyp. Dann hat er verbrecherische Motive eigentlich überhaupt. Er wollte mitmachen, er wollte wir sagen und dies mitmachen und dies wir sagen wollen war ja ganz genug, um die allergrößten Verbrechen möglich zu machen. Es gab eine Alternative hüben und drüben und die hieß nicht mitmachen. Selber urteilen, bitteschön, das mache ich nicht mit. Ich setze nicht mein Leben ein, ich versuche zu entkommen. Ich versuche, wie ich um die andere Ecke komme, nicht wahr? Aber ich mache nicht mit. Und falls ich gezwungen sein sollte, mitzumachen, dann werde ich mir das Leben nehmen.
Es gibt im Englischen einen idiomatischen Ausdruck, stop and think. Kein Mensch kann nachdenken, ohne anzuhalten. Wenn Sie jemanden in eine rastlose Tätigkeit hereinzwingen, nicht wahr, oder sich hereinzwingen lässt, dann werden Sie immer dieselbe Geschichte haben. Sie werden immer die Sache haben, dass Verantwortungsbewusstsein sich nicht bilden kann. Es kann sich nur bilden in dem Moment, wo man reflektiert, nicht über sich selbst, sondern über das, was man tut. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. The people who actually administer the Holocaust are clerks, accountants, doctors, scientists. They kiss their wives goodbye each morning and go to work exterminating all the Jewish people in Europe. They regard themselves as good German public servants. The terrifying achievement of the German state is to turn barbaric mass murder into something ordinary and everyday. In the right circumstances, with the right encouragement, the most seemingly civilized people are prepared to commit the most terrible crimes. Bureaucrats. He was an armchair murderer. He was a bureaucrat who facilitated the murder of millions.